بینندگان عزیز سلام، امروز پنجشنبه 25 میزان سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 17 اکتبر سال 2013 میلادی. من توریال افغانستان و شما را فرا می خوانم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندهار از افزایش قتل های مرموز غیر نظامیان در این ولایت نگران است. مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندهار می گوید که از چند بدین سو باشندگان این ولایت از چنین قتل ها بیشتر به این دفتر شکایت کردند و آنان می افزند که همه روزه غیر نظامیان در این ولایت به گونه مرموز به قتل می رسند. از سوی هم مقام های محلی کندهار وقوع این رویدادها را در این ولایت تایید می کنند. شماری از رانندگان پایتخت از برخورد تنظیم کنندگان جاده یعنی پلیس ترافیک سخت شکایت می کنند. این رانندگان می گویند با آنکه آنان اسناد گشت و گذار وسایلشان را با خود دارند، اما باز هم پلیس ترافیک آنان را جریمه و یا اینکه از آنان به گونه غیرقانونی پول میگیرند. از سوی هم پلیس ترافیک این ادعاهای باشندگان کابل را رد میکند. مسئولان بورد شهر جدید کابل از ریاست جمهوری میخواهد تا اجازه عملی شدن این پروژه را بدهد. آنان میگویند با آنکه از چند سال بدین سو آمادگی ها برای آغاز کار این پروژه گرفته شده است، اما هنوز هم آنان منتظر دریافت اجازه از سوی حکومت به ویژه ریاست جمهوری هستند. فعلا ما از طرف اداره انکشاف شهر جدید کابل و بورد شهر جدید کابل هر دقیقه و هر ساعت آماده ازی هستیم که کار عملی ازی پروژه شروع شود و ما امیدوار ازی هستیم که دولت افغانستان و بالخصوص ریاست جمهوری افغانستان برای ما امی چراغ سبز تهداب گذاری شهر بخیر بتن که ما کار شروع کنیم. و حال نگاهی داریم بر رویدادهای تازه جهانی. رئیس جمهور، نخست وزیر و رهبر تحریک انصاف پاکستان حمله انتحاری را که با کشته شدن 10 تن به شمول یک وزیر ایالتی این کشور انجامید به شدت محکوم میکنند. عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان، با حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا با راه اندازی بررسی ها هر چه زودتر عامران این رویدادها را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. اصرار الله، وزیر قانون ایالتی خیبر پشتونخوا، با 9 تن دیگر در یک حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان کشته شدند و در این حمله بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. طرح افزایش سقف بدیهی ایالات متحده آمریکا از سوی کنگرس این کشور تصویب شد. این طرح در مجلس سنا با 81 رأی مثبت و 18 رأی منفی و در مجلس نمایندگان با 285 رأی مثبت و 144 رأی منفی تصویب شد. با تصویب شدن این طرح، اداره های حکومتی آمریکا دوباره باز خواهند شد. و کمیسیون اروپا از حکومت ترکیه به علت سرکوب معترضان به این کشور انتقاد می کند. در گزارش سالانه این کمیسیون افزون بر انتقاد از حکومت ترکیه آمده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید پیوستن ترکیه را در اتحادیه اروپا بار دیگر به بحث گیرد. در این گزارش نیز نگاشته شده است که حکومت ترکیه باید حقوق امنیت ها را، اقلیت ها را در این کشور رعایت کند. با سر سپاس از شما بینندگان عزیز و تمامی همکارانم در رسیدی خبر. این بود مجموعه تازه‌ترین خبرهای من از افغانستان و جهان. وقت خوش، الله نگهدار.